سلام دوستان، به کانال دچمیت سمی خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام بهتون الفبای آلمانی رو بگم. پارسال یک دور برای این الفبا یک ویدیو درست کردم، ولی واقعا اولین ویدیویی بود که تو زندگیم درست کردم و واقعا خیلی فاجعه است. خیلی بد بود ویدیوه، به خاطر همین میخوام پاکش کنم. گفتم دوباره یه ویدیو بگیرم با حروف الفبا، ولی این دفعه دوتا ویدیو میکنمش. یک طور خود حروف الف با رو براتون میگم و تو ویدیو بعدی حروفی که ترکیبی هستن رو براتون میگم، مسلماً با تلفظ صحیح. پس با من همراه باشید. خب شروع میکنیم با آ. آ وی دیم اپفل، و یا اینکه وی دیم افه. اپفل یعنی سیب، افه یعنی میمون. دوستان حرف آ جزو حرفاییه که فارسی زبان ها باش معمولا مشکل دارن. این آ نه اینکه نه آی کلادار خودمونه، نه ایمون هست، یعنی یه چیز بین آ و ا هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم ده اپفل و نمیتونیم بگیم ده اپفل. ده اپفل یه چیز بین این دوتاست، باید اینو با تمرین یاد بگیرینش. پس دیم اپفل یا دیم افه. اپفل و افه غلطه، اپفل و افه هم غلطه. حرف بعدیمون هست بی. بی مثل دس بوخ یعنی کتاب، و یا دیم بیزن یعنی جارو. دس بوخ، دیم بیزن. حرف بعدیمون هست تی. تی بستگی به اینکه کلممون از کدوم کشور میاد مدل تلفظش میتونه فرق کنه. براتون سه تا کلمه دارم، مثلا دیا کامپیوتر. خب خونده میشه به خاطر اینکه اسم اصلیم از زبان انگلیسی میاد، بنابراین به همون شکل سعی میکنن بخوننش، دیا کامپیوتر. یا اینکه دیا چیلی. چیلی از این فلفلای تند هستش که نازکن، قرمزن، به اون میگن چیلی. خب اینم از زبان آلمانی مسلماً نمیاد و سعی میکنن به همون شکل که در زبان اصلی تلفظ میشه تلفظش کنن. و یک دونه کلمه دیگه دست دخ. دست دخ یعنی سقف، سقف خونه، بهش میگن دست دخ. چه معمولاً با ها میاد، یا اینکه در داخل استی ها میاد، یعنی معمولا ترکیبی ازش استفاده میشه، مثل تو کلمه دخ که با تی ها بود. من برای کلمات ترکیبی گفتم یه ویدیو جداگونه براتون میذارم با تلفظ صحیح. در کل تو ذهنتون داشته باشین وقتی که تی ها بعد از آ، بعد از او، یا اینکه بعد از او بیاد خونده میشه، ولی تو ویدیو بعدی کامل توضیح میدم براش. حرف بعدیمون هست دی. دی وی دی داتل. داتل یعنی خورما. دی داتل، یا اینکه دونکل یعنی تاریک، دونکل. و اگر دی آخر کلمه بیاد یه چیزی بین دی و تی خونده میشه، مثل اوند. نمیگن اوند، نمیگن اونت، یه چیز بینشه اوند. یا اینکه دی هوند. حرف بعدیمون هست ای. ای ای یه چیز بین ای و ای هست، یعنی ای نمیگن، نمیگن ازل، میگن ایزل. یه چیز بین ای و ای هست، دیا ایزل. ایزل یعنی خر، یعنی زمین، کره زمین. پس یه چیز بین ای و ای، ایزل. ایاد. حرف بعدی هست اف. اف یعنی فراو یعنی زن، و یا دست فقط. دست فقط یعنی دو فراو. دست دوستان توجه کنید که فراو نمیگیم فراو. فراو بینش حرف صداداری وجود نداره، فراو. اینم باید تمرین بشه، فقط توی این کلمه نیست، خیلی کلمات دیگه در زبان آلمانی هستن که دوتا حرف بی صدا پشت هم میان و بینشون هیچ حرف صداداری نیست، بنابراین باید به همدیگه بچسبونیمشون بدون
ای و آ و او. حرف بعدی من هست گی. گی مثل گیتار، دی گیتار یعنی گیتار، و یا دی گیغافه یعنی زرافه. دی گیتار، دی گیغافه. یه جاهایی هم وسط کلمه میاد، مثلا فیلم زینگن نمیگن زین گن، میگن زینگن. گه رو خیلی خفیف تلفظ میکنن معمولا وقتی که وسط بیاد، زینگن. زینگن به معنی آواز خوندن. حرف بعدیمون هست ها. ها وی دس هاوس مثل خونه، دس هاوس و یا در هوند که همی الان داشتیم میشه سگ. دس هاوس، در هوند. ها اگر وسط کلمه بیاد معمولا خفیف تلفظ میشه، مثل توی فعل گین به معنای رفتن میگن گین، نمیگن گهن. یا اینکه تین به معنی کشیدن، تین، نمیگن تیهن. اگر وسط بیاد خفیف تلفظ میشه و معمولا حرف صدادار قبلش رو باید بیشتر بکشیم. البته راجع به اینم توی ویدیو بعدی بیشتر توضیح میدم، توی ویدیویی که راجع به حرف‌های ترکیبی صحبت کنم. بعد هست ای. مثل دی اینزل یعنی جزیره، دی اینزل، یا دی ایمفون. دی ایمفون یعنی واکسن. دی اینزل، دی ایمفون. یوت. یوت مثل دی یکه، یکه یعنی کاپشن. دی یکه. و یا مثل der junge. der junge یعنی پسر. die jacke، der junge. یوت مثل خود یوت، یی، یی طرف طرف میشه. یه سری جا هست مثل توی فعل جاگن جی تلفظ زبان آلمانی نمیاد، ولی اگر کلممون از زبان آلمانی بیاد یه تلفظ میشه یونگه، یکه. ولی همینطور جاگن درسته، نمیگن یاگن. کا. کا مثل دی کاتسه یعنی گربه، یا اینکه دس کیند یعنی بچه. دی کاتسه، دس کیند. کا یه مدل دیگه هم وجود داره که با تی کا، تی قبل از کا میاد، اونم بعد یه مدل به خصوص تلفظ بشه که تو ویدیو بعدی بهتون میگم. ال. ال وی دی لایتا. لایتا یعنی نوردبون، نردبون. نوردبون، نوردبون یا نردبون، نردبون. یا اینکه دی لامپ یعنی لامپ، یعنی چراغ. دی لامپ، چراغ. ام. ام مثل در موند یعنی ماه، یا اینکه در موند یعنی دهن، یا اینکه دیا من، مرد. موند، موند فرق میکنن با هم، یکیش ماهه یکیش دهنه. اوند دیا من و مرد. ان. ان مثل دیا ناگل. ناگل یعنی میتونه هم به معنی ناخون باشه هم میتونه به معنی میخ باشه. دیا ناگل. یا اینکه در کلمه ناین، ناین به معنی نه. او. او مثل دی اوما. اوما یعنی مادر بزرگ، در زبان محاوره استفاده میشه، عامیانه است. دی اوما. یا اینکه اوا. اوا یعنی گوش. دی اوما دس اوا. پی. پی مثل در پیرات. پیرات یعنی دزد دریایی. در پیرات. یا اینکه مثل در پیرزیش. پیرزیش یعنی هلو فکر کنم، هلو. پس در پیرات یا اینکه در پیرزیش. پی هم مدل های مختلف خوندن داره، با ها میتونه بیاد، با اف میتونه بیاد. اون رو هم تو ویدیو بعدی بهتون میگم که طرز تلفظش به چه شکله. کو. کو مثل دی کارانتینه. کارانتینه نمیگیم کو آرانتینه. چی گفتم؟ نمیگیم کو آرانتینه و همینطور نمیگیم کوانرانتینه. اوی خدا، میگیم کارانتینه. کارانتینه. یا اینکه مثل دیا کوارک،
اینجا کو میگیم کوارک، در بیشتر مواقع کو خونده میشه کو، کوارک، کویز. در کارانتینه اینطور نیست. حرف بعدیمون هست ایر، مثل در ریگن یعنی بارون، در ریگن، در ریگن، یا اینکه دی ریلیگیون، ریلیگیون یعنی مذهب، در ریگن دی ریلیگیون. وقتی که ایر قبل از حرف صدادار میاد ر خونده میشه، ولی باز هم بستگی به داره کجای آلمان باشین، هوخدویچ معمولا ر خونده میشه، حالا هر جا لهجه خودشونو دارن. اگر دوست داشتین میتونید بعدها مسلما اون لهجه رو یاد بگیرین اگر بخواید تو اون قسمت زندگی کنید، توی اون ایالت زندگی کنید. ولی وقتی که ایر وسط کلمه میاد، بعدش حرف صدادار نداریم، تلفظ نمیشه یا خیلی خفیف تلفظ میشه. مثلا توی وارتن، وارتن نمیگیم وقتن. پیش میاد که گاهی خود آلمانی هم بگن وقت مال، وقتی که میخوان خیلی دیگه به شدت کلمه رو بگن، دیگه خیلی مثلا دوبار گفته وقت مال طرف گوش نکرده، بعد میگه وقت داخ مال. ولی معمولا وسط کلمه اگر حرف صدادار بعدش نیاد تلفظ خیلی خفیف میشه وات. و اگر آخر کلمه بیاد قبلش دونه ای باشه، مثل توی آرتیکل دیا، نمیگن دا، نمیگن در، میگن دیا، یا اینکه اودا یا ویدا. دیا که گفتیم آرتیکل، اودا میشه یا، مثلا این یا این، از اودا میتونیم استفاده کنیم، و ویدا یعنی دوباره. پس بستگی داره کجای کلمه بیاد، مدل های مختلف تلفظ میشه. خوبه که با تمرین زیاد سعی کنید تلفظتون شبیه آلمانیا بشه یا اصلا واقعا مثل آلمانیا بشه. اس مثل دی زونه خورشید، یا اینکه زاوا یعنی ترش، البته به معنی دیگه هم هست، مثلا وقتی که میگیم ایش بین زاوا یعنی من عصبی هستم. پس زونه خورشید، زاوا ترش. اس هم جزو حرفایی که میتونه با حروف دیگه بیاد به عنوان یک حرف ترکیبی، و برای اون گفتم ویدیوی جداگونه به زودی میذارم براتون. کوتاه اینجا میگم استها ش خونده میشه، استیم شت خونده میشه، اسپی شپ خونده میشه. بعد یه بار داریم اس دوتا پشت سر هم دیگه میاد، یا اینکه استت. اونها رو همه رو براتون توی ویدیوی بعدی میگم مفصل و کامل. تی، تی مثل دی تیا یعنی در، یا اینکه دیا تاگ یعنی روز، دی تیا دیا تاگ. او، دوستان او با او با هم فرق میکنن، یکی او یکی او. او مثل اوند و اوند، یا اینکه دی اونیفورم، اونیفورم یعنی همون اونیفورم، همون لباس مثلا کار بهش میگن اونیفورم، یعنی که اگر تو مدرسه مثلا بچه ها باید همه یه لباس خاصی بپوشن به اون میگن اونیفورم. پس اوند، یا اینکه اونیفورم. فاو، فاو مثل در فوگل، فوگل یعنی پرنده، یا اینکه دی وازه، وازه یعنی گلدون، از این گلدونایی که آدم میتونه بذاره رو میز، بعد گلایی که تو خاک نیستن و بذاره توشون. پس یعنی در واقع گل بذاره توی آب توی گلدون، به اون گلدونا میگن وازه. پس در فوگل، یا اینکه دی وازه. پس هم فا میتونه خونده بشه، هم میتونه و خونده بشه، بستگی به کلممون داره. بعد وقتی داریم کلمه رو یاد میگیریم تلفظش هم درست یاد بگیریم. وی، وی مثل das Wort، Wort یعنی کلمه، یا اینکه das Wasser، Wasser یعنی آب، یا دی Wassermelone، Wassermelone یعنی هندونه. X، X مثل das Xylophon. دوستان اسم این کلمه که هیچ وقت هم احتمالاً استفادهش نخواهیم کرد هست Xylophon. زیلوفون و اینا غلطه. کس، اگر اول کلممون ایکس بیاد کس خونده میشه،
xylophone. Zet. Zet رو باید توجه کنید. زت نیست. مثل انگلیسی نباید تلفظش کرد. ت تلفظ میشه. ت و س به هم دیگه چسبیده. ت. مثل zwei. Zwei یعنی دو. Zwei. یا اینکه در zaun. Zaun یعنی حصاری که دور حیاط مثلا هست، یا اینکه دور باغچه، به اون حصار میگن در zaun. میرسیم به ایپسیلون. خیلی کم استفاده میشه، اگرم بشه آخر کلمه معمولا میاد، ولی ایپسیلون مثل دی یخت، البته یخت رو خیلی هم با یوت می نویسن حالا، ولی جفتش رو میشه دی یخت. یا اینکه دس یوگا. یخت از این کشتی های خیلی خفنه. نمیدونم فارسیش چی میشه، عکسش رو براتون میذارم. و یوگا هم که یوگاه. البته گفتم یخت رو خیلی وقتا هم میبینیم که با یوت می نویسن. دوستان این بود ویدیوی امروزمون. خوشحالم که بالاخره یه ویدیو جدید برای این الفبا درست کردم. اون ویدیو اولی خیلی بد بود. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر اینطور بود با دوستاتونم به اشتراک بذارینش، خوشحال میشم. براتون به زودی یه ویدیو میذارم با حروف ترکیبی. اگر سوالی داشتین، اگر پیشنهادی داشتین برام توی کامنت ها بنویسین، خوشحال میشم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.